سلام و وقت همگی بخیر. امیدوارم هر جا که هستین خوب و سلامت باشین و امروز هم ما رو در گزارشمون همراهی کنین. اگر موافق باشین با هم سری بزنیم به رسانه‌های مقاومت در فضای مجازی. اجازه بدین گزارش امروزمون رو با اعتصاب کامیونداران شروع کنیم. رانندگان با غیرتی که دور چهارم اعتصابشون رو در حالی شروع کردن که همکارانشون در زندان هستن. مقاله آغاز چهارمین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون نگاهی داره به اخباری درباره دور جدید اعتصاب‌ها و همچنین تلاش‌های رژیم برای ترساندن رانندگان، دستبستگی رژیم در سرکوب و تهدید بی‌حساب و کتاب، شگرد‌های آخوندی برای مهار اعتراض‌های مردم، خواسته‌های راننده‌ها، پیشینه این اعتصاب و دورهای قبلی اون و همچنین بازتاب‌های بین‌المللی و حمایت‌های بین‌المللی در رابطه با همین موضوع. وضعیت حکومت ایران ملغمه ای از بحران‌های مختلفه که می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به اونها. توی همین چند روز اخیر خبرهای مختلفی راجع به نظام ولایت شنیدیم. از یک طرف موضوع روز کوروش و گرامی داشته اون در پاسارگاد و فعالیت‌های حول اون. از طرف دیگه اعتصاب کامیونداران و اعتراض‌های کشاورزان. و از اون طرف هم افشای طرح جدید تروریستی رژیم در دانمارک. راستی چرا آخوندها توی این وضعیت کاری می‌کنن که براشون بدتر بشه؟ مقاله قیام محاصره سیاسی و حرکات دیوانه‌وار آخوندها به این سوال پاسخ میده که چرا رژیم در این شرایط بحرانی دست به کارهای نامعقولی مثل فعال کردن شبکه‌های تروریستی میزنه. در رابطه با همین فعالیت‌های تروریستی اخیر رژیم در اروپا خوبه که نگاهی هم داشته باشیم به صفحه توییتر خانم مریم رجوی و توییتی در همین مورد. آزادی در ایران و ثبات و امنیت در منطقه و جهان موضوع واحدی است و راه به دست آوردن آن به زیر کشیدن ولایت فقیه است. در حالی که دو سه روز بیشتر به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا باقی نمونده، اما هنوز هم طرح ویژه سازوکار اروپایی در حاله ای از ابهام قرار داره. مقاله کوه سازوکار اتحادیه اروپا موش نمادین زایید به این می‌پردازه که در حالی که این سازوکار فقط نقش نمادین و سمبولیک داره، آیا میتونه اونطور که انتظار دولت آخوند روحانی هست حداقل در دیوار تحریم ها منفذی رو باز کنه؟ در حالی که دو لایحه از چهار لایحه FATF در مجلس تصویب شده، اما این موضوع هنوز هم داره بین مجلس و خبرگان دست به دست میشه و باعث ایجاد اختلافات عمیق جدیدی در بین باندهای مختلف نظام شده. مقاله زهری که نخورده عمل میکند نگاهی داره به عمق این اختلافات و تأثیراتی که تصویب این لایحه ها میتونه روی عمق استراتژیک نظام داشته باشه و نگرانی پاسدار تروریست های رژیم از این بابت. یکی از بحران هایی که رژیم باهاش روبرو هست بحث ورشکستگی بانک هاست. یکی از وظایفی که برای بانک ها به طور کلی تعریف شده پشتیبانی از تولید و صنایع با ارائه تسهیلات بانکی و وام های کم بهره است. یکی از چیزهایی هم که برای بانک ها در تمام سیستم های اقتصادی خط قرمز محسوب میشه وارد شدن اونها به کار بنگاهداری و تجارت هم. اما اگر نگاهی به بانک ها در درون نظام ولایت فقیه بندازیم میبینیم که این دو موضوع کاملا معکوس شدن. مقاله بانک های ورشکسته ورشکست میکنند نگاهی داره به وضعیت بحرانی بانک ها در حکومت آخوندها که به وسیله برای چپاول آقازاده ها تبدیل شده، اما این روزها داره سایر صنایع رو هم به نابودی و سقوط میکشونه. جالبه که نگاهی هم داشته باشیم به مقاله انسداد ساختاری اقتصاد ایران، رفتار نظام ایران اقتصاد کشور را نابود میکند. این مقاله در سایت ایران آزادی منتشر شده و بی ارتباط با این موضوع که صحبت کردیم نیست. انسداد ساختاری اقتصاد ایران چیزیه که حتی در درون رژیم توسط خود به اصطلاح کارشناس ها و مقام های سیاسی و اقتصادی رژیم هم به رسمیت شناخته میشه. اونها هم معتقدن که حتی قبل از تحریم ها چیزی که باعث این بحران اقتصادی شده ساختار حکومت. اگه یادتون باشه آخوند روحانی قصد داشت در بودجه سال 97 بنزین رو گرون و دو نرخی بکنه، اما از یک طرف به خاطر مخالفت‌های لاریجانی و از طرف دیگه هم از ترس قیام دی ماه این کار رو متوقف کرد. اما حالا که داریم به تحریم‌های جدید نزدیک میشیم و بحث فشار مضاعف روی رژیم هست، باز هم دولت روحانی به یاد افزایش قیمت بنزین افتاده.
کانال تلگرام مجاهد در همین رابطه کلیپی با عنوان کارتی شدن بنزین منتشر کرده که میتونین سوالاتتون رو در این رابطه با دیدن این کلیپ جواب بگیرید. دولت حسن روحانی در بودجه سال 97 در نظر داشت که بنزین را برای این سال گران و دو نرخی عرضه کند. استدلال دولت روحانی این بود که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین 300 تومان از قیمت تمام شده کمتر است. همچنین بنزین 900 تومان کمتر از فوب خلیج فارس می باشد و این یعنی که بنزین همچنان یارانه است. اجازه بدین که در پایان هم سری بزنیم به کانال تلگرامی کتابخانه مقاومت و کتابی با عنوان قیام بهمن 57 و بندوبست‌های پنهانی پایان‌ناپذیر. این کتاب توسط آقای عبدالعلی معصومی نوشته شده و نگاهی متفاوت داره به انقلاب ضد سلطنتی. روزهایی که مردم ایران بدون تردید و بدون ترس و بیم در برابر دیکتاتوری سلطنتی سینه سپر کردن و جون خودشون رو فدا کردن. غافل از این که نمیدونستن دست‌های پشت پرده‌ای در داخل و خارج ایران در حال توطئه و آوردن یک اهریمن دیگه بر سر کار. خوشحال شدم که یک روز دیگه هم در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که گزارش امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگه و فرصت بعدی، خدا نگهدار همه شما و موفق و پیروز باشید.